فروشندگان در بازارهای کابل می گویند که بحران اقتصادی افغانستان تأثیرات خود را بر فروشاتشان در روزهایی که مردم برای روزهای عید قربان آمادگی می گیرند داشته است. معمولاً قبل از فرارسیدن عید قربان مردم برای قربانی یک باز، گوسفند، گاو یا شتر می خرند و بعد از ادای نماز عید برای عرش‌گذاری به سنت حضرت ابراهیم علیه السلام آن را ذبح می کنند. اما مردم امسال از بیکاری و نداشتن منبع درآمد و بلند بودن قیمت ها شکایت دارند. نرخ ها دیگه امسال خیلی بلند است. علت بیکاری است. مردم فقر و بیچاره هستند. اگر کاروبار در مردم باشد قیمت فامیده نمیشه. فکر کنید روز یک نفر روز 500 یا 400 کار کنه فکر کنید ازش فامیده نمیشه. ولی مردم هست که در روز 200 یا 300 کار میکنه. اما هم کار نیست. در مال هست که مال سر مردم قیمت تمام میشه. هر لحاظ تنها مال نیست. هر نرخی که باشد قیمت است. فروشندگان از نداشتن مشتری مانند سالهای قبل سخن میگویند و این که برای تامین مصارف خانواده هایشان مجبور هستند تا قیمت ها را بلند نگه دارند. ما ده سر جمعت هستم. یک خدم کارگر هستم دیگه اش خرد هست. نبید که من دیگه به نقص هست دیگه. وقتی به نقص رفت دیگه به نقص هست دیگه. سرنشب میرم نه. خیلی بلا که رفت فایده کردم. یک نام پیدا میکنم. وقتی که پایان رفتی که یک نام گم میکنم من. با در نظر داشته وضعیت بد اقتصادی مخصوصا در دو سال اخیر اکثر مردم شکایت دارند که قادر به خرید هیچ ایوانی برای قربانی نیستند زیرا اکثر آنها شغل و یا منبع درآمدی ندارند. ایده ما امید است. ایده ما کدام تاثیرات نداره. من تا بیکاری است. بیپیسگی آمده. اقتصاد خراب شده. ایده امون چیزی که اید بود امون چیز است. رسم اعلانات همون مردم قربانی میکنن و تقسیمات میکنن کدام تاثیرات ناورده. مشکلات اقتصادی در بازارهای بزرگ میوه خشک شهر کابل نیز قابل مشاهده است. خریداران برای خرید اقلام جشن عید و آماده شدن برای این روزهای خاص با مشکلات نبود پول دست و پنجه نرم می کنند و از وضعیت موجود راضی به نظر نمی رسند. فرخنده پیمانی، تلویزیون آشنا، صدای آمریکا، واشنگتن.